سلام رفقا، حالتون چطوره؟ مسعود پانیشر هستم و خوش اومدید به یه ویدیو گنگ. بچه ها نمیدونین امروز چقدر حالم خفن و توپ و اصلا دارم میترکم، انقدر خوشحالم. خب دارم منفجر میشم. خب خبر رسیده، خبر خیلی موثقه. یعنی اینجوری نیست اومده باشم براتون یه ویدیو بزنم که آره بگم آره مثلا اینطوری اونطوری، نه بچه ها، وارزون موبایل بالاخره منتشر شد. میدونین یعنی چی؟ یعنی منتشر شد، یعنی دادنش بیرون. اگه تا دیروز مثلا میومدن میگفتن ممکنه که این بازی بیاد، دیگه از این خبرها نیست. و فقط براتون بگم که اینجوری نیست که بخواییم فکر کنین که آره مثلا بازی سنگینیه و ممکنه فقط دیوایس های قوی بیارنش و اینا. فقط یه نکته رو بهتون بگم، حجم اصلی بازی 4.5 گیگ. خب بازی که همین الان ما داریم بازیش میکنیم، کال آف دیوتی موبایل، خب حدودا یه چیزی تو مایه های 3 گیگ. راستی یه نکته هم بگم قبل از هر چیز، اون لایک گوشگل رو بزن گرمزش کن که من داش مسعود خیلی خوشحال بشه، خب که بتونه این ویدیو بیشتر بازنش پیدا کنه. و آره دیگه نگم، خب داشمون رو گرفتیم زدیم. اینطوری بهتون بگم بچه، 3.5 گیگ، نه 4 گیگ و 200 مگابایت. خب این بازی هم که الان ما داریم بازی میکنیم 3.5 گیگه. پس چی؟ خیلی چیز زیاد سنگینی نیست که نتونن دیوایساتون نتونه هندلش کنه، یعنی همه گوشی ها و همه دیوایس ها میتونه بیارنش. خب و اینو بهتون بگم که خیلی بازی سبکیه. حالا این فایل بدون مثلا اسکین و اینجور چیزاست، یعنی شاید بتونی اگه اسکین و اینا رو دانلود نکنی شاید بازی خیلی خیلی سبکی هم حتی باشه. و یه نکته رو بهتون بگم، اصلا مولتی پولتی نداره دیگه، تمام دیگه گوشیت فقط مال بتل رویاله، یعنی برو تو بازی حال کن. اینطوری بهتون بگم، این که لگ نداره هیچی، این که بهتون بگم بچه ها مود آلکاتراز داره و یه چیزایی حالت دقیقا من وارزون پلیر نیستم، ولی یه سری نکات خیلی مثبت میتونم بهتون بگم و یه سری نکاتی که ممکنه بخوره تو ذوقتون. حالا با من همراه باشین کل ویدیو رو ببینین، چون کلی نکات دارم که بهتون بگم. یه سری نکاتش اینه که مثلا حالت خرید ریوایف هست، ما مثلا میریم ریوایف میکنیم، اون اینطوریه که اگه مثلا یاراتون ریوایفتون کنن توی یه محیط دیگه ای میرین که اصلا بیرون از مپه و اونجا یه فایتی میدین، اگه اون فایتو ببرین شما میتونین دوباره به بازی برگردین. یه همچین محیطی که خود وارزون داره رو توی وارزون موبایل آوردن. آره بچه، یه سری عکسام دارم از محیط بازی براتون میذارم که بتونین قشنگ ببینین که چطوریه. فقط یه نکته رو در نظر داشته باشین، اونم اینه که بچه اگه دقت کنین ایپکس موبایل قبلی این که بیاد یه مود بتا دادن که اون مودش خیلی یه جورایی گرافیکش پایین بود، ولی این یکیش خیلی بهتر بود. اینم الان اینطوریه توی این نسخهش که الان قراره که بیاد. خب خیلی یه مقداری گرافیکش الان چند تای عکس براتون میذارم، فقط این نیست، یه مقداری مثلا گرافیکش پایین تر به نظر میاد، ولی توی اون ورژنش یه مقداری فرق داره، قضیه کلن متفاوته. یه نکته رو بهتون بگم که شاید برای خیلی از پلیرهایی که روی کال آف دیوتی موبایل بازی جنگیشون رو شروع کردن یه مقداری شاید براتون سنگین باشه که بخواین اصلا بهش فکر کنین که این بازی تی پی پی نخواهد بود. تا اونجایی که شنیدم خبر موثق نیست زیاد، ولی شنیدم که بازی قرار اف پی پی باشه، فرست پرسن، یعنی اون حالتی که میگیری گانتو اینا تو دستت میبینی، متوجه این؟ یعنی اینجوری نیست که دیگه الان من دارم بازی میکنم کاراکتر رو دارم میبینم، اونجوری فقط گانتو اون نسخه برای پی سی، حالت مثلا اون پی سی پلیر ها زیاد بازی کردم، بازی های اف پی پی مثل کانتر، مثل حتی این کالاف و اینایی که کلن توی پی سی و پلیستیشن و اینا بازی میکردیم نسخهش اونجوری میاد. و حالا این هم خوبه هم بد، برای بدیش برای اونایی که نگاه کن داشمون ترشیگان میکنه، بعدیش برای اونایی که کال آف دیوتی موبایل مثلا بازی کردن همه عاشق تی پی پی هن، ولی خوبیش برای اون افرادیه که چی کار میکردن بازی های مثل پی سی مثلا کانتر و بازی های اف پی پی بازی میکردن. پس چی شد؟ خیلی بازی گنگ و خدایی خواهد بود و اینطوری بهتون بگم که کلی روش دارن کار میکنن و امیدوارم بازیه به روونی و روونی خیلی زیادی باشه. و مثل این بازی نگاه کنین، این مود همون قسمتیه که بهتون گفتم که میایین یه قسمت خارج از بازی و وای میسین تک به تک با انمی ها میزنین اینجا، اگه ببرین دوباره برمیگردین به بازی. امیدوارم اشتباه نکرده باشم، ولی خب اینجوریه دیگه بچه ها، کلند قراره بتره کنن. یعنی اون چیزی که من در مورد این بازی متوجه شدم قراره یه تغییرات اساسی بدن. واقعا من خودم خیلی خسته شده بودم از بازی، هر چقدر میری تو بازی چیتر پر تو بازی شده، اصلا نمیتونی تکون بخوری،
امیدوارم یه سیستم آنتی چیت خیلی خفنی براش بذارن، چون اگه دقت کرده باشین، حالا نمیدونم شاید در چه حد در مورد وارزون اطلاعات دارین، ولی خب اینجا نگاه کنید، کلاپیسکی دارم راه میرم که رد پامو نگیرن، که تک به تک بزنم و بترکونمشون. در رابطه با وارزون اصلی بخوام بهتون بگم، وارزون اصلی هر چند روز یک بار یک آپدیت خیلی سنگین میده. مثلا یه دفعه میبینی وارزون باز میکنی میگه 10 گیگ آپدیت کن، 20 گیگ آپدیت کن. میدین چی کار دارن میکنن؟ اینا دارن با این آپدیت هایی که میدن جلوی این هکرهایی که توی بازی هستن رو میگیرن. خب و همین کار رو اگه توی این یکی هم بخوان انجام بدن، حالا نمیگم 10 گیگ بدن، ولی هر روز بهش اینطوری برسن، مطمئن باشین خیلی بازی قرار پیشرفت کنه. حالا یه نکته رو در رابطه با اینجایی که بهتون بگم، اگه دقت کنین، کلاپیسکی یعنی چی؟ یعنی آروم آروم یواش یواش. خب اینجوری وقتی دارم راه میرم باعث میشه که کسی صدا پامو نگیره، و اینجا من چون تک به چهار مونده بودم نشستم رو زمین که کسی متوجه حضور من نشه و حواسم به اون در اون طرف هست، یه پنجره دار اون طرف، ممکنه کسی از توش بیاد بیرون. همینطور یعنی اگه یه نینجا پلیر نیاد داخل، من هیچ کس دیگه نمیتونه بزنتم. خب من اینجا شانس میارم که نینجا پلیر ندارن، یا اگه هم دارن یه مقداری باد تشریف داره یارو، یعنی اگه یه نینجا پلیر اون موقع میومد از پشت میومد منو میزد خیلی میترکون. این اون زمانی که اگه یا حتی اگه چارتایی با هم راشمو میدادن خیلی اوضاع خیت میشد و میزدنم. این رو بکنی اینجا ماجد کلی ازم تعریف کرد سری زدن اینجا، یه RPD دارم داداش اعصاب تعطیله اینجوری بتونم. آره دیگه بچه ها، وارزون موبایل داره میاد، و یه نکته رو بهتون نگفته بودم، وارزون موبایلی که داره میاد بچه ها، اولا فعلا در نسخه آلفاشو دادن بیرون. نسخه آلفاش، حالا میگم بازم زیاد توجهی به گرافیکش نکنین، یه مقداری گرافیکش به نظر پایین میاد. خب ولی مشکلی چیزی که هست بچه ها، نسخه آلفای این بازی رو دارن میدن بیرون. نسخه آلفا چیه؟ نسخه آلفا برای یه سری افراد مثل بابی پلیز و مثلا آیفرگ و اینا، رو گفتن شات کامپلیرها واقعا ازشون زیاد حال نمیکنم باشون، نگاه کن الان نزدیک وان شات هم کنه. موومنت زدم، ادقت کنید جایروسکوپ هم فعال کردم. بچه ها نسخه آلفا برای پلیرهای مثل بابی پلیز و پارکر و بعد براتون بگم اون یکی کی بود، آیفرگ و ایناست. بعد حالا نکته ای هم که داره، این نسخه رو دادن بیرون و گفتن که چی، این نسخه نباید هیچ چیزی ازش بدونیم، یعنی هیچ چی بهش میگن، به طور مثال هیچ خدایا عکسی یا هیچ چیزی نباید ازش بدونیم بیرون، چون هنوز منتشر نشده. ولی اینی که همینی که میدونیم ساختنش خودش کلیه. خب یعنی واقعا نمیدونین امروز من چقدر خوشحال بودم و انرژی گرفتم. به هر حال دیگه محتوای آنچنانی برای این بازی نمونده که من بخوام تولید کنم براتون بذارم لذت ببریم، و امیدوارم اون بازی بیاد و زودتر کلن همه چی رو عوض کنه، و واقعا واقعا خیلی خوشحال میشم، یعنی جز اون دست افرادی هستم که خیلی خوشحال میشم که اگه این بازی جدید بیاد و بتره کنه، و مطمئن باشین بتره کنه. حالا اینطوری هم بهتون گفتم، نسخه آلفاش اومده بیرون، این یوتیوبرها استریمرها خیلی خیلی بزرگ دارن روش چیز میکنن که بخوان باگ ها و نقص های بازی رو بگن، امیدوارم درست بتونن روش کار کنن و بتونن یه ورژن و یه گزینه خوبی ازش در بیارن و حدودا سبک باشه و بتونیم ما بازی کنیم. ولی تا اینجا هم که من این ویدیو رو براتون ساختم، فقط هدفم این بود که بهتون بگم که بالاخره دیگه رسمی شد، یعنی مثلا اینجوری نیست که بگی دیگه آره آیا بسازن آیا نسازن یا ساختن یا نه، ولی بهتون بگم که ساختنش، یعنی وارزون ساختنش نسخه آلفاشه که بعد نسخه بتا میاد که بعد از نسخه بتا نسخه جهانیش میاد. پس چی، نگران نباشین زیاد، چیزی نمونده که این نسخه آخرش بیاد که بتونیم بازی کنیم و لذت ببریم. خلاصه خیلی خوشحالم شدم که این ویدیو رو نگاه کردم. یه عکس دیگه هم دارم، حالا دقیقاً بر موثق بودن این چیزام زیاد چیزی ندارم، و حالا شاید بگین چرا هواپیماش یه مقداری شبیه پابجیه، ولی خب من نمیدونم. یه عکس دیگه هم براتون دارم ازش، امیدوارم حالا همینطوری باشه. من خودم هم از یکی از این سایت‌های اکتیویژن برداشتم، نمیدونم دیگه در چه حد موثقه. زارت بچه، این ارسی نبود، این فیکش بود، میدونم حتی اگه خودشم بود بازم نمیگفتیم، چون خیلی تابلو بود، فیک بود ارسلا، اگه بود من یه وان شات اینجا میزد. آره دیگه اینجوری. بعد دیگه براتون بگم که آره این عکس هم الان که اینجا میبینین الان براتون میذارم، گذاشتم. نگاه کنین اینم هواپیماشه، ولی یه جوری مپش گرافیکش نگاه کنین زیاد نمیشه روش نظری داد. اگه یه نکته هم یادم رفته بود بچه‌ها، زونو مپاش 150 نفریه، مپاش 150 نفر توشن،
150 نفر. حالا ببینیم چقدر میتونن بات به توش بندازن اینا. خدا عالم، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه بدرود.